سال 1324 که زنده یاد احمد کسروی کشته شد، پدر من در اون هنگام 30 سال می داشت و یکی از جوانترین قضات دادگستری، جوانترین قاضی دادگستری تا اون هنگام بود. یعنی تا اون هنگام ما قاضی جوانی به سن و سال پدرم نداشتیم و در همون زمان هم یکی از بازرسان دادگستری به شمار می آمدند و خود ایشان با زبان خودشون ماجرای کشته شدن کسروی رو بازگو کردن. البته نه خود کشته شدن رو، ولی رویداد اون روز رو، چون در دادگستری بودن. من از جناب کارگردان آقای امیر تقاضا میکنم که این نوار رو که نزدیک 6 دقیقه هست، 5 دقیقه و نیم هست، این رو برای شما پخش کنم. خیلی سپاسگزار میشم. ممنون. تو اتاق هم نشسته بودم که مشرف به حیات بود، که راه هم منحصر از همین خوان خیام، خوان جیل‌آباد سابق بود به دادگستری. اون در اصلی باز نشده بود، دیدم صدای الله اکبری میاد و سر شلوغ شده. بنده پاشتم و نگاه کردم شلوغ است و به پیش خدمت گفتم برو ببین چه خبر شده. رفت و برگشت و گفت آقا کسرایی را کشتن. ما یک بازپرسی داشتیم، بازپرس شبه یک دادسرای تهران به اسم کسرایی. بنده خیلی ناراحت شدم، دویدم آمدم پایین و که برم ببینم چی شده. رفتم تو قسمت دادسرا، دیدم جلو شعبه 7 بازپرسی شلوغ. خب بنده پرسیدم گفتن اخه کسروی کشته شده. بنده وارد تو خب چیزی که پیش خدمت ها راه باز کردم، بنده رفتم تو اتاق و دیدم دم در اتاق یک جوانی افتاده، کارت خورده و مرده، که معلوم شد بادیگارد سید احمد کسروی است. و وسط اتاقم کسروی افتاده، شکم از شکمش مقدار زیادی روده و درسته بیرون آمده، دندان مصنوعیش افتاده بیرون و فوت کرد. و زیر میزم آقای بلیغ بازپرس شعبه 7 قش کرده افتاده. بنده آقای بلیغ را با پیش خدمت ها کشیدیم بیرون و بردیم اتاق دیگه و دادستان تهران هم آقای مجلسی بود آمدن و بعد تلفن کرد ایشان که خود بنده بودم تو اتاق، تلفن کردیم به فرماندار نظامی، چون جرمی واقع شده بود مربوط در صلاحیت فرماندار نظامی اون وقت، سرهنگ یا سرگرد اون وقت سرگرد بود، سرگرد شجره از دادسرای حکومت نظامی آمد. بنده کاری کردم، تلفن کردم به وزارت دادخانه و گفتم چه این وضعی شد رخ داد، شما اجازه بدید ما امروز دادسرا رو تعطیل کنیم، یعنی کسی رو دیگه راه ندید. بنده چند تا از این منشیات دم در نشون دادم که اختارهایی که من روش بنویسن که به مناسبت حادثه‌ای که واقع شد دادسرا تعطیل تجدید بشه، که اصلا مثلا اگر اشخاصی را خواستن در ظرف 3 روز بیان، اگر احیانا نمی نوشتن که آمدن، ممکن بود طبق مقررات جلبشون کنن، برای اینکه این کار نشود این کار ما سپردن بکنن. و بعد جلو این راهرو شعبه 7 بنده بستم، پیش خدمت های دادگستری گذاشتم که کسی نره تا تکلیف جنازه ایشون معلوم شد. یه وقت این جوانی آمد و مشت زد و صف باز کرد، گفتم آقا چه خبر چه؟ گفتن آقا کجاست پدر من، کجا افتاده؟ گفتم پدر شما که گفت کسروی. من در البته سلام بهشون کردم، معلوم شد آقای جلال کسروی است، پسر کسروی، تسلیت گفتم. و خب او را من بردم توی اتاق و دید جنازه پسرش، معلوم شد که اون روز کسروی را برای ادای توضیحاتی، برای توضیحات راجع به همین کتاب شیعیگریش و ظاهرا اهانتایی که به نام جعفر صادق شده از یادی بازپرس، احضار کرد. البته این احضار کردن او در خارج منعکس شده بود و بنابراین دسته فدایان اسلام می دانستن که کسروی اون روز به دادگستری خواهد آمد. یک روز هم همین آقایانی که اون روز آمدن راجع قتل کسروی شدن، امامی ها در درشکه به کسروی حمله کرده بودن در اون. ولی اون روز به طوری که خود بلیغ بعدن به من گفت، من از پرسیدم، گفت که وقتی که کسروی نشست و من شروع کردم که از او تحقیق بکنم، فعیزن دو نفر وارد شدن، یکی آمد بالای سر کسروی با کارد آخته به گردن ایشون زد و وقتی که کارد زد، اون بادیگارد کسروی که اون دمی در نشسته بود از این به قول ما عرب می گفتیم پیشتو،
از چیزهای روسی داشت بلند کرد و که این زارب را بزند، ولی برادر این امامی که دم در بود او با کارت زد به دست اون حدادپور، اسمش حدادپور بود اگه حافظم یاری که بود کرد، و چیز که دست این تکان خورد، به جایی که این گلوله بخورد به زارب کسروی، خورد به شکم کسروی. بعد این تیر که وقتی که اون برادر زارب کسروی کارت میزند به دست حدادپور، تیر دستش تکان میخوره و تیر به جایی که بخورد به زارب، میخوره به شکم کسروی و از تو شکم کس بیرون میاد و میخوره به رادیاتور شوفاژ و میخوره میره به سقف که پوکش توی اتاق بود. و ظاهرا در فرماندار نظامی و دادگاه همین بساط رو درست کردن که باعث قتل کسروی اون گلوله ایست که منشیش زده، اون کارت باعث قتلش نشده، باعث قتل اون گلوله شده. بنابراین اونها را روی اعمال نفوذی که کردن، دستگاهی که دست فدایان اسلام آمد کردن که اون ظالمین تبرئه شدن و مجازات نشدن. و ما گرفتار شدیم آقای دکتر توی همین جریانات، و برای اینکه این جنازه کسروی را هیچ مسجدی و هیچ قبرستانی حاضر نبود قبول بکند، روی همین سر صدا شد تا برخب چهار بعد از ظهر با زحمتی اون آقای متین کمانس متین کم وقت رئیس انتظامات دادگستری بود و بندم بودم و اقدام کردم تا بالاخره این جنازه را از دادگستری بردن. خب دردناک هست و خب ایشان به یاد داشتن این روز رو و خوبم نشون میدن که چگونه شهربانی در اون هنگام همکاری کرده، گفته که این گلوله از دست خود منشی کسروی به کسروی خورده و بنابراین این آدم ها کشنده کسروی نبودن. بر روی من فکر کردم که شاید این صدای پدرم رو در ماجرای اون روز که در جریانش بودن برای شما بازپخش کنم و در جریان این کار باشه. سنده جالبی بود آقای امینی. بله شادوان پدرتون گزارش خوبی دادن. بله درود بر ایشان. آقای امینی، اینک اگر موافق باشیم بازگردیم به بررسی پیمان‌ها که هفته گذشته آغاز کردیم. اگر ممکن است شمه‌ای از زمینه روابط ایران و روس، نقش خاننشین‌های قفقاز و چگونگی آغاز جنگ‌های ایران و روس و سپس بسته شدن پیمان گلستان بیان فرمایید. جناب مهری، این ماجرای بستن پیمان گلستان و جنگ اول ایران و روس یک پیشینه تاریخی درازی داره که در یه برنامه تلویزیونی خیلی دشوار هست به همه جنبه‌های اون بپردازیم. بازگردیم به تاریخ و دورانی رو نگاه کنیم که روس‌ها که هنوز کشور بسیار بسیار توانایی نبودند ولی بر روی در حال تواناتر شدن بودند، چشم به سرزمین‌های جنوبی خودشون داشتند، یعنی خاننشین‌های قفقاز و گرجستان و همچنین سرزمین‌های ترکمنستان و ازبکستان و سرزمین‌های از این دست. در اون دوران در درگیری‌های نخست ایران با روسیه در دوران آقا محمد خان قاجار آغاز میشه. آقا محمد خان قاجار با همه آنچه که درباره رفتار او گفته میشود که بسیار رفتار پلیدی بوده، بر این باور بوده که نقشه ایران، مرزهای ایران همان است که در کتاب حدود العالم آمده، کتابی که یکی از نخستین کتابهای جغرافیای دوران اسلامی است که در کتاب حدود العالم نویسنده این مرزهای ایران بزرگ اون زمان رو در دوره ساسانیان و سپس در دوره‌ای که او به ایران آمده تعیین کرده بوده. و تا چه اندازه آقا محمد خان قاجار آشنا بوده اصلا به این مرزها، ولی به هر روی قفقاز رو، گرجستان رو، ارمنستان رو، سرتاسر سرزمین‌هایی که امروز از باکو تا دریای سیاه رو در بر می‌گیره، اینها رو جزو سرزمین های ایران می دانسته.
و یکی از برجسته ترین این بخش ها گرجستان بوده و نامنگاری های امروز در دست هست میان شاه اون زمان گرجستان یا فرمان روای گرجستان و آقا محمد خان که او در واقع این امیر یا شاه گرجستان تا حدودی اعلام وفاداری کرده بوده به روسها و آقا محمد خان قاجار تهدید میکنه که اگر شما فرمان روایی من رو نپذیرید من به گرجستان لشکر خواهم کشید و چنین هم شد. در این لشکرکشی آقا محمد خان به گرجستان و این از لحاظی مهم هست برای که بدانید که مردم اون سرزمین ها از راه زور تابعیت ایران رو میپذیرفتن نه روی علاقه به پادشاهی قاجار. در این لشکرکشی به تفلیس آقا محمد خان قاجار چنان میکند که کشتاری که در کرمان چند سال پیش انجام داده بود رو باید به عنوان یک کار کوچک برشمرد. آنچنان زنان گرجی رو پی زدن که تا دهه ها پس از اون بیشتر باشندگان تفلیس چلاغ بودند و جنایاتی که در اونجا انجام دادند خب طبیعتاً گرجی ها رو از پای در آورد و اونها رو تابع ایران کرد ولی از راه کشتار. البته روس ها هم کمتر از این کار نمی کردن. این است که پیشینی این درگیری ها و رقابت میان ایران و روس باز می گردد به زمان کاترین، کاترین ملکه روسیه، تزار روسیه در واقع، ولی ملکه کاترین و درگیری هایی که در اون زمان با پایگزاران دولت قاجار انجام شد و در این هنگام فردی که در هفته گذشته ازش یاد کردیم حاجی کلانتر شیرازی، او حاجی ابراهیم کلانتر شیرازی که صدر اعظم آقا محمد خان بود، او در واقع در این نامنگاری ها او نقش داره. پس از مرگ آقا محمد خان و پادشاهی فتلی شاه این درگیری های میان ایران و روسیه گسترش پیدا کرد و همه اسناد تاریخی که ما امروز در دست داریم گواه بر این است که هم در میان روس‌ها درگیری و اختلاف نظر بوده که چه باید در مورد خاننشین‌های قفقاز بکنند و هم یک نوع کشاکشی در میان ایرانیان وجود داشته. اجازه بدهید که من به یک موردی اشاره کنم که خیلی جنبه شاید دردناکی هم دردناکتری هم داشته باشه. در دوره پادشاهی فتلی شاه می‌دانید که ایشان آدم بسیار پرکاری از نقطه نظر جنسی بود و فرزندان زیادی از خودش به جای گذارده بود. ولی در دوران زندگی او، در دورانی که هنوز پادشاه بود، میان چند تن از فرزندانش، یعنی 6 تن از فرزند، 7 تن از فرزندانش یا 6 تن از فرزندانش که فرزندان بزرگش بودن، پسران بزرگش بودن، یک نوع رقابت و درگیری شدید برای جانشینی وجود داشت. در سامانهای ایلیاتی عشیره‌ای مانند ایران به طور طبیعی پادشاهی به فرزند یا پسر بزرگ نمی رسید بلکه پدر تعیین می کرد چه کسی جانشین بشود. این امروز هم ادامه داره. همین چند روز پیش، چند ساعت پیش در واقع، این راز آشکار شد که ولیعهد کنونی عربستان یک کودتای درباری انجام داده و ولیعهد پیشین رو گروگان گرفته و او رو با تهدید مرگ وادار کرده که از ولایت عهدی کناره بجویه تا او بتواند جانشین پدر بشود. این امروز هم ادامه داره. در اون دوران جامعه ایلیاتی ایران این رسم روزگار بوده که برادران به روی هم شمشیر میکشیدند، توطئه میکردند و در دوره فتلی شاه که هر کدوم از این فرزندان بزرگ، پسران بزرگ فتلی شاه، محمد علی میرزا پسر بزرگ او بوده، عباس میرزا، حسن علی میرزا، حسین علی میرزا، محمد ولی میرزا، محمد قلی میرزا و چندین تن دیگر با یکدیگر همراه با خانها و سران نظامی و سران عشیره‌ای و سران سپاهی که با اونا هم پیمان بودن با یکدیگر درگیر می بودن. در این دوران جنگ ایران و روس آغاز می شود و جالب اینجاست که در آغاز کار ایران پیروزی های بزرگی رو به دست می آورد و به نظر می آمده که خانهای قفقاز به سوی ایران گرایش پیدا بکنند. ما یک سندی امروز در دست داریم
این سند بسیار بسیار جالبی است. این سند از سوی وزیر مختار یا کاردار، گذاشت میخوام کاردار سفارت بریتانیا در ایران، در آغاز دوران، در تقریبا میتوان گفت در 10 سال 15 سال آغازین دوران فتلی شاه نوشته شده، آقای هنری ویلکاک. البته در برگردانی که یکی از دانشجویان دکترای تاریخ در ایران انجام داده و این رو در یکی از تارنماها گذاشته یا یکی از روزنامه‌های ایران گذاشته، به نادرست ایشان رو ویلوک خونده و فکر میکنم شاید آشنا با نام نبوده. اسم ایشون از هنری ویلکاک. این نامه یکی از زیباترین ارزیابی ها از سامان قدرت در دوره فتلی شاه است و نیروبندی ها رو پیش از آغاز جنگ دوم ایران و روس تا حدود زیادی مشخص کرده. و در این سند خیلی جالب است که در این سند موقعیت یکایک فرزندان بزرگ، پسران بزرگ فتلی شاه رو بررسی میکنه، از توانایی ها و ناتوانی های هر یک از اونها گزارشی میدهد و در پایان میگوید که ما باید بر عباس میرزا سرمایه گذاری کنیم، چون عباس میرزا تنها کسی است که روس ها همون رو پذیرفتند و کسی است که میتواند با یک حفظ یک پارچگی ایران ما او رو در واقع به عنوان وارث قانونی بشماریم. میگوید که حالا وقت آن است که به عباس میرزا وارث قانونی شاه بپردازیم که ولایت عهدی او از نظر انگلستان و روسیه مورد پذیرش است. و در بخشی از همین گزارش میگوید که ارزیابی از نایب السلطنه عباس میرزا میکند، میگوید که اصولا رفتار ملایم و انسان دوستانه ای دارد، اما گاهی اوقات از خود بیرحمی خاصی بروز میدهد. این همون برگردانی است که در ایران آمده، من از روی همون میخونم. در چهره قربانی خود لبخند میزند و بعد بیان که به خود تردید راه دهد، او را از سر راه خود بر میدارد. عباس میرزا با همه کاستی ها شایستگی اداره کشور را دارد. او از ایران در برابر روس ها دفاع کرد، در برابر عثمانی عزت و شرف ایران را حفظ کرد، روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قدرت های اروپایی گسترش داد و سعی کرد هنر، علوم و فنون کشورهای متمدن را به ایران وارد کند. هیچ یک از پسران شاه برای حکومت شایسته تر از او نیست. این یک ارزیابی است که این در واقع سفیر یا کاردار بریتانیا در ایران به وزارت امور خارجه کشور خودش نوشته. اسناد دیگری که ما در دست داریم گواهی بر این است که در همان اوج دوران جنگ‌های اول ایران و روس، دولت فرانسه و دولت‌های دیگر علاقمند به این بودند که از ایران در برابر روس‌ها پشتیبانی کنند و چنین می‌نماید که پیروزی‌های زیادی هم نصیب ایران می‌شود، ولی ناتوانی‌هایی که در این ساختار فرمانروایی ایران وجود می‌داشته جلوگیری می‌کند از اینکه این پیروزی‌ها ماندگار بشود. این است که پیمانی بسته می‌شود میان ایران و روسیه به نام پیمان گلستان. این پیمان گلستان یک صلح‌نامه است، یک پیمان پایانی نیست. یعنی در این پیمان چیزی از ایران واگذار به روسیه به طور قطعی نشده، ولی یک نوع صلح‌نامه است که ایران پذیرفته بخشی از اون سرزمین‌هایی که به ایران باج می‌دادند در اختیار روسیه باقی بمانند. روسیه یک رشته حقوق ایران رو در اون منطقه پذیرفته و به عبارت عربیش در واقع ترک مخاصمات هست، کنار جویی از درگیری هاست و با این کنار جویی از درگیری ها پیمان گلستان بسته می شود. ولی ماجرای پیمان ترکمانچای در پایان جنگ دوم ایران و روس خب ماجرای دیگری است که بسیار بسیار دردناک هست. یعنی اون رو اگر ما بخواهیم بررسی کنیم باید به جزئیات بیشتری در این زمینه بپردازیم. ممنونم آقای امینی. چند سال پیش در پاریس آقای پزشکزاد دوست گرامی که میدانید که ایشون دیپلمات بودن، بله، به من گفتن که پیمان گلستان در وزارت خارجه گم شده. بله. این از این. حالا نمیدونم تا چه اندازه این میتواند هنوز یک واقعیت باشد، شاید پیدا شد. یک نکته رو در اینجا خدمتتون بگم.
من رونوشت‌های این دو پیمان رو نگاه کردم. متن روسی و فارسی این دو پیمان با یکدیگر متفاوته. یعنی آنچه که در متن روسی این پیمان نوشته شده که من با کمک کسانی که به زبان روسی چیرگی دارند اون رو بازبینی کردم و متنی که به فارسی برگردانده شده یکی نیست. یعنی در متن روسی حقوق بیشتری برای روس‌ها قائل شدند و در متن فارسی حقوق کمتری. یعنی این برگردان رو که گویا پیمان گلستان به خامه میرزا بزرگ بوده، با ملک فراهانی و جزئیات اون الان در دست نیست. درست میگن ایشون، نسخه اصلی پیمان گلستان به فارسی گم شده ولی نسخه روسی اون که نسخه قانونی این پیمان هست در آرشیو دولت روسیه موجود هست و برگرداندن اون هم شدنی است، ولی نسخه هایی از این پیمان در دست هست و همه بندهای اون رو ما امروز آگاه هستیم که چه بندهایی در اون وجود داشت. آقای امینی، هفته پیش شما گفتید که پیمان گلستان بیشتر ترک مخاصمه یا ترک جنگ بوده. بله بله. و بعد با آغاز جنگ دوم ایران و روس و شکست ایران است که پیمان ترکمنچای بسته می شود و ایران سر تا سر قفقاز را برای همیشه از دست می دهد. بله. ببینید، همون گونه که اشاره کردم، این خاننشین های قفقاز در دست کم 50 سال پیش از جنگ دوم ایران و روس همیشه دست به دست می شده. یعنی تنها لشکرکشی هم نبوده، بلکه خود این خاننشین ها، خود این خانها وفاداری به سوی روسیه یا ایران نشان میدادند. بستگی داشته به توازن نیروها، گاه هم به سوی دولت عثمانی. یکی از عوامل بسیار مهم این درگیری های ایران و روس، اصلا نقطه آغاز جنگ های اول ایران و روس هم هست و جنگ های ایران و روس، در این است که یکی از برادران آقا محمد خان قاجار که پادشاهی او رو نپذیرفته بوده به دولت روسیه پناه میبره و از دولت روسیه پشتیبانی میخواهد برای که به پادشاهی ایران برسد و روس‌ها هم در این کار درگیر میشوند و همینطور کسانی از روسیه و قفقاز به ایران پناه میبردند و از ایران میخواستند که در برابر روس‌ها از اونها پشتیبانی بکنند. این درگیری‌ها در اون هنگام خیلی وجود میداشته، ولی یکی از جنبه‌های بسیار دردناک دوره دوم جنگ‌های ایران و روس در این است که همه شواهد تاریخی امروز نشان میدهد که فتحعلی شاه قاجار خواهان پیروزی فرزندش یعنی عباس میرزا نبوده. اگرچه از او پشتیبانی کرده، ولی این پشتیبانی تا جایی بوده که عباس میرزا قدرت کامل پیدا نکنه. اسناد نشان میدهد که فتحعلی شاه بیش از هر کس از ادعای پادشاهی عباس میرزا بیمناک بوده و فکر میکرده ممکنه عباس میرزا فرزند خودش او رو از پادشاهی بیاندازه و به جای اون بنشینه. البته نیک میاندیشیده، چون در تاریخ ایران هم بسیار بوده که فرزند در برابر پدر شوریده. همین شاه عباس معروف، سلطان محمد خداونده، پدر خودش رو از پادشاهی برداشت و به جای اون نشست و این سنتی بوده در تاریخ ایران که برادر به برادر رحم نمی کرده، پدر به پسر رحم نمی کرده و پسر به پدر رحم نمی کرده و در میان درباریان همواره جنگ وجود می داشته. هیچ نوع مهر و وابستگی میان این افراد نبوده. اینها در یک جای کوچکی در زندگی درباری بزرگ شده بودند، پر از رقابت و حسادت و آدم هایی بودند که هیچ آزمون کشورداری و اینها رو نداشتن و تنها از راه قدرت گرفتن و ثروت اندوختن میتوانستن خودشون رو در نزد پدر یا در نزد دیگران محبوب و معروف کنن. عباس میرزا شواهد نشان میدهد که در زمانی که لشکر روسیه رو شکست داده بود و میتوانست پیمان گلستان رو لغو کنه و میتوانست پیمان تازه‌ای رو بر روس‌ها تحمیل کنه، پدر او رو دست تنها گذاشت. یعنی جبهه جنگ رو نه تنها ترک کرد، بلکه بودجه نظامی او رو هم قطع کرد. و بنابراین اگر شما میخواهید در تاریخ به آدمی نگاه کنید که در از دست دادن قفقاز نقش کلیدی داشته، خود فتحعلی شاه قاجاره
که از فرزندش در این جنگ‌ها پشتیبانی نکرده. خود عباس میرزا هم شواهد زیادی در دست هست که پس از پیمان گلستان بیشتر به زندگی خوش دلبستگی پیدا کرد و چندان به پرورش نیروی نظامی نپرداخت و این رفتار به هر حال پادشاهان و شاهزادگان قاجار در اون هنگام بوده. در این حال برخی از خانهای اون منطقه در این درگیری ها نقش داشتن که مهمترین اونها بزرگان گرجستان بودند که گاه خودشون رو با ایران نزدیک می‌کردند و گاه با روس‌ها و رفتار غارتگرانه و کشتاری که مثلا آقا محمد خان در گرجستان کرده بوده اونها هم بی تأثیر نبوده. دولت بریتانیا باز هم شواهد این است که در جنگ دوم ایران و روس دولت بریتانیا از تقریبا میتوان گفت شکست ایران پشتیبانی میکرده، با روسیه کنار آمده بوده. میدانید که پیش از پیمان ترکمانچای ایران با ناپلئون متحد شده بود و در جایی در آلمان پیمانی رو با دولت ناپلئون در بخشی از آلمان در یه شهری در آلمان بسته بود، ولی ناپلئون به یه معنا نارو زد به ایران، برای اینکه پس از این پیمانی که با ایران بسته بود سپس در تریست پیمانی رو با روس‌ها بست و به تمام اون وعده هایی که به ایران داده بود پشت پا زد و در خود جنگ در گیرودار جنگ دوم ایران و روس هم سرگورد اوزلی و دیگران اینها به ارتش ایران، به نیروی نظامی ایران خیانت کردند. در واقع باید گفت که یک نوع تفاهمی جهانی به وجود آمده بود که قفقاز روس‌ها بگیرند و کمپانی هند شرقی دستش در جنوب ایران باز بشود و این رو باز اسناد تاریخی خوب نشان می‌دهد و به این ترتیب است که پیمان سرنامه گلستان به کنار رفت و پیمان دائمی ترکمانچای به جای اون نشست و مهمترین جنبه خیانت‌آمیز بزرگان ایران در بستن این پیمان هم در این است که برای قدرت خودشون در این حال معامله می‌کردن. همین عباس میرزایی که به عنوان یک جنگجوی دلیر شناخته شده است بندی رو در این پیمان گنجاندن که جانشینی او رو به پادشاهی ایران تأمین می‌کرد و در این حال به روس‌ها این امتیاز رو می‌داد که در گزینش ولیعهد و جانشین پادشاه در ایران یک نوع وتو داشته باشند. خیلی ممنون آقای امینی. بعد از پیمان گلستان که در دوره فتحعلی‌شاه بسته شد، ماجرای جنگ هرات در دوره محمدشاه و بعد پیمان پاریس پیش آمد که آن هم به جدایی بخش‌های بزرگی از شرق ایران انجامید. ممکن است توضیحی در این باب هم بدهید؟ من اجازه بدهید که من موضوع رو به فراموش کردم اشاره کنم و فکر میکنم بسیار مهم باشه در مورد جنگ های ایران و روس. در جنگ اول ایران و روس دولت ایران بود که دولتیان بودن که درخواست کردند که رهبران دینی فتوایی رو برای برانگیختن مسلمانان قفقاز به سود ایران بدهند و این کمک کرد. پس از اینکه پیمان گلستان بسته شد خبرهای زیادی به عتبات میرسید، به ملایان میرسید که مسیحیان روس و ارمنیان، حالا دروغ و راستش کار ندارم، به گرفتاری های زیادی رو برای مسلمانان قفقاز ایجاد کردند و نامه های دردناکی از اونجا فرستاده میشد که چنین و چنان کردند و این باعث شد که سید محمد مجاهد اصفهانی همراه دست کم 11 نفر دیگر از روحانیان طراز اول، دو روز بعد هم ملا احمد کاشانی و چند تن دیگر وارد سلطانیه، جایی که خیمه پادشاه بود، بشوند و در اونجا جنگ دوم ایران و روس رو بر پادشاه تحمیل کنند. تنها دو نفر از درباریان که آدم‌های نسبتاً
با دانشی بودند با این آغاز جنگ دوم ایران روس مخالفت کردند. خود عباس میرزا هم خواهان آغاز جنگ دوم ایران روس نبود، ولی در واقع ملایان بودند که این جنگ رو تحمیل کردند. و در این جنگ در همون هفته های نخست این ملا محمد یا این سید محمد مجاهد اصفهانی که در پیشاپیش سپاه در آغاز حرکت کرده بود فرار کرد و رفت به عتبات و دیگه نامی، یعنی دیگه سر و صدایی از او بر نخواست. و هنگامی که رهبر سپاه، یکی از کسانی که در این برانگیختن سپاه ایران به جنگ با روسا نقش داشت در تبریز، آخوندی بود به نام ملا فتاح. این آخوند که همراه همین محمد مجاهد مردم رو به جنگ با روسها برانگیخته بود، هنگامی که سپاه روس از رودخانه ارس گذشت و به تبریز رسید، او در واقع دروازه های شهر رو گشود و سپاه روس رو به تبریز فراخواند و حتی رفت در برابر اون ژنرال به اصطلاح اصلی پاسکوویچ که در وارد تبریز شده بود، در مقابل سپاه او به نام تزار روسیه نماز خواند و تقاضا کرد که جدا از اون قفقاز آذربایجان هم بخشی از روسیه بشود. و البته پس از شکست ورود اونها به تبریز یا بازگشت تبریز به سوی ایران، همراه با سپاه روس به قفقاز فرار کرد و سالهایی پس از اون با دوباره به ایران بازگشت. و آدمی است که بعدها همون جوری کسروی میگوید فرزندانش از برجسته ترین و با نفوذ ترین آخوندهای تبریز شدند. این نقش آخوندها در از دست رفتن شهرهای قفقاز بسیار بسیار مهم هست در جنگ دوم ایران روس. همچنین در جریان هرات، ماجرای هرات به این ترتیب است که محمد شاه قاجار به همراه گروهی از سپاهیانی که به او وفادار بودند راهی هرات شد و با نیروهایی که شوریده بودند وارد جنگ شد. و در این هنگام است که دولت بریتانیا برای جلوگیری از اینکه ایران در جنگ هرات پیروز بشود، در جنوب ایران شورش‌هایی را به راه انداخت. و یکی از کسانی که در شکست ایران یا در جلوگیری از پیروزی ایران در مورد هرات نقش داشته، ملا باقر شفتی است. ملا باقر شفتی بلندپایه‌ترین آخوند ایران در اون هنگام بود، بلندپایه‌ترین آخوند خراسان بود و او فتوا داده بود که محمد شاه قاجار کافر هست، بیدین هست و دادن هر گونه مالیات به او حرام هست و حتی گفته بود که رفتن او به جنگ را نباید پشتیبانی کرد. امروز اسنادی در دست ماست که دو نفر مأمور بریتانیا که پیش آقای شفتی رفته بودند و به دست ایشان مسلمان شده بودند، اینها در راضی کردن این امام شفتی، این آخوند ملا محمد باقر شفتی، در برانگیختن او به ضدیت با محمد شاه قاجار که پایبندی های استوار دینی هم نداشت، خیلی نقش داشتند. پس از این درگیری ها و سپس در دوره پس از اون درگیری هایی که ایران با کسانی که در هرات ادعای حکومت داشتند، سرانجام کنفرانسی در پاریس برگزار شد و در این کنفرانس ایران جدا شدن هرات رو پذیرفت و دولت بریتانیا از این منطقه هرات و دیگر بخش های که از ایران پیشتر جدا شده بودند، افغانستان رو به وجود آورد، برای که یک منطقه باشد میان ایران و هند و جلوگیری کند از اینکه ایران در واقع هم مرز هندوستان بشود. به این ترتیب دولت افغانستان رو ایجاد کرد. آقای امینی، دولت افغانستان فقط هرات که نبوده، قسمت های دیگری که گرفت. بله دیگه، هرات رو ببینید، هرات رو هرات و دیگر بخش های افغانستان رو، اینها رو به هم پیوند دادن و از دل اینها دولت افغانستان رو ایجاد کردن. افغان ها مردمانی از برال ایرانی بودن، زبانشون فارسی بوده، پشتون ها بودن، افغان ها بودن، ولی روی هم رفته جز پشتون ها که زبانشون پشتونی، زبان متفاوتی دارن، دیگر افغان ها زبان فارسی و بخش از خراسان بزرگ بودن. و نخستین دولت ترکمان‌تبار ایران که دولت غزنوی است، پایگاهش در غزنه در نزدیکی کابل بوده و در نتیجه همه این منطقه بخشی از تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران به شمار می آمده. ولی وقتی هرات از ایران جدا شد،
همراه با دیگر بخشهایی که پیشتر از ایران جدا شده بود تا مرز تاجیکستان امروز، اینها رو دولت بریتانیا به هم پیوند داد و از دل اونها دولت افغانستان رو ایجاد کرد. انگلستان چگونه تهدید کرد؟ نیروی نظامی در جنوب ایران، در مناطق جنوبی ایران شورش به پا کرد، بخشای از ایران رو در واقع اشغال کردن، تحریک کردن، حکومت‌های محلی عرب رو برای شورش در جنوب ایران و خب در این حال با آخوندهای مانند ملا محمد باقر شفتی پیوندهایی داشتن. دولت در ایران در اون هنگام دولت ناتوانی بود. اشاره کردم بیشترین درگیری‌ها در میان خود شاهزادگان قاجار بود و دولت متمرکز توانایی ما در ایران نداشتیم که بتواند در مقابل این نیروی نیرومند دو قدرت بزرگ جهان در همسایگی ایران، حالا عثمانی به کنار، ولی دست کم روس‌ها و بریتانیا مقاومت بکنه. این که تکه تکه وحشای از ایران جدا شدن و سپس دو پیمان دیگری که حتما به اونها اشاره کردید پیش آمد. آقای امینی، آخرین پرسش. بله. میرسیم به دوران ناصرالدین شاه قاجار. بله. و بسته شدن پیمانهای آخال و گلدسمیت. بله. با توجه به زمان کوتاهی که ما داریم، خواهش میکنم یک توضیح فشرده هم در باب این دو پیمان بدهید. ما چقدر وقت داریم جناب مهری؟ بفرمایید. فکر میکنم که 10 دقیقه 15 دقیقه. واسه زمانمون خیلی هم کوتاه نیست. حالا پس می‌تونیم یه مقداری بعد. می‌تونیم یه مقداری بازگردیم برخی از جنبه‌هایی که مطرح می‌شه. میگن 10 دقیقه. 10 دقیقه بسیار. ببینید، پیمان آخال و پیمان گلدسمیت پیمان‌هایی بودند که اگرچه پیامد ناگواری برای ایران داشتند، ولی سرنوشت ساز برای ایران به شمار نمی آمدند. یعنی سالیان درازی بود که دولت ایران در بخش‌های بزرگی از بلوچستان که به موجب پیمان گلدسمیت از ایران جدا شد و در بخش‌های بزرگی از منطقه ترکمنستان و سرزمین‌های فرای ترکمنستان تا بخارا و سمرقند و غیره دارای نفوذ دیگه نبود. ایران نفوذ اقتصادی سیاسی نبود و تا حدود زیادی اگرچه ناصرالدین شاه اونها رو بخشی از پادشاهی خودش به شمار می آورد، باید گفت که برخلاف پیمان گلستان و به ویژه ترکمانچای که به جدایی بخشای از ایران انجامید که با ایران پیوندهای خیلی استواری داشتند، در پیمان آخال بخشای از ایران جدا شدند که تا حدود زیادی جدایی اونها رو تاریخ پذیرفته بود. یعنی سالیان درازی بود که در منطقه قفقاز بزرگ و خراسان بزرگ ایران، در بخش‌های شمالی خراسان بزرگ ایران دارای نفوذ نظامی و اقتصادی نبود. از سوی دیگر دولت قاجار به تنگ آمده بود، دولت ناصرالدین شاه، از حمله ترکمان‌ها به مناطق سرحدی ایران. یکی از جنبه‌های بسیار جالب تاریخ و پر از پرسش تاریخ در این است که اگرچه دولت‌ها در ایران دولت‌های ترکمان تبار بودند، خود این دولت‌های ترکمان تبار هم با گروه‌های دیگر ترکمان در جنگ و گریز می‌بودند. اصلا آمدن رفتن قاجارها به بخش از قاجارها به منطقه گرگان امروز و نشانده شدن این قاجارها در پیرامون گرگان و ترکمان صحرا کاریست که در دوران شاه عباس صورت گرفت و اینها رو بردن تا در برابر حمله ترکمان ها مقاومت کنند. خود اینها ترکمان تبار بودن، ولی اینها ترکمان تبارهایی بودن که در منطقه قفقاز میزیستن اساسا. یعنی قاجاران کسانی بودن که در منطقه قفقاز وفاداری به دولت مرکزی در ایران داشتن و بخشی از سپاهی بودن که شاه اسماعیل از اونها بهره گرفت برای چیرگی بر سرتاسر ایران و منطقه بخشای از منطقه قفقاز رو هم به اونها واگذار کرد. ولی از دوره قاجار، اگرچه دولت قاجار خود دولت ترکمان تبار بود، اینها با ترکمان هایی که بیرون از این خاندان قاجار بودند درگیری داشتند و حتی میدونید که دیواری به وجود آمده بود، ساخته بودند، هنوز بازمانده این دیوار در پیرامون از کناره دریای خزر تا نزدیک 100 کیلومتر هنوز باقی است. این دیواری ساخته بودند برای جلوگیری از حمله ترکمان‌ها به ایران، مانند دیوار چین، منتها خیلی کوچکتر از اون.
و اینها مؤثر واقع نمی‌شد و این است که دولت روسیه از این بهره گرفت و با ناصر دیشا مذاکره کردند که اگر اونها چیرگی و فرمانروایی روسیه رو بر این مناطق امروز ترکمنستان کنونی اشغابات به بالا رو بپذیرند، اونها در واقع ترکمان‌ها رو سرکوب خواهند کرد و چنین هم شد. یعنی با همسایه شدن روسیه تزاری با ایران، جنگ میان ایران و ترکمان‌ها به پایان رسید. یعنی اونها دیگه نمیتونستن به ایران حمله کنن، با سپاه روسیه روبرو بودن. این است که پیمان آحال رو با یک نوع دلگرمی پذیرفت ناصر دین شاه. پیمان گلدسمیت نشان و گواهی از یک نوع بیتوجهی ایرانیان داشت. در دوران سپهسالار هم بسته شد و ایران چندان بهایی به اون منطقه خاک خودش نمیداد. البته سالهای درازی است که بیشتر دولت‌های مرکزی در ایران به سرنوشت منطقه بلوچستان چندان توجهی ندارند. یعنی در دوران رژیم گذشته بوده، در دوران رژیم کنونی هم می‌بخشید چنین است، بهایی به اون منطقه نمیدادند. در حالی که این منطقه در یک زمانی دارای جنبه بسیار مهمی بوده، تا جایی که حتی در دوران رضا شاه در بسته شدن پیمان اسدآباد ببخشید پیمان سعدآباد تقریبا میتوان گفت که سه دقیقه بله پیمان در پیمان سعدآباد تمام امتیاز رودخانه هیرمند و ایران به دولت افغانستان اون زمان واگذار کرد و این است که در پیمان گلدسمیت میتوان گفت با بیتوجهی کامل ایران تمام مناطق بلوچستان شرقی رو به دولت بریتانیا واگذار کرد و بعدها از دل این بخش و دیگر بخش‌های جدا شده از هند پاکستان به وجود آمد و منطقه بزرگ بلوچستان پاکستان امروز بخشی است که از به دنبال پیمان گلدسمیت از ایران جدا شده. ولی بازگردیم، اگر ما بخواهیم پاره پاره شدن ایران رو درست بررسی کنیم، میرسیم به جنگ دوم ایران و روس که پایان آن چیزی است که از امپراتوری دوران صفوی به جای مانده بود و ایران رو در واقع عملاً بدون نفوذ در یکی از مهمترین بخش‌های خاک خودش کرد، یعنی منطقه قفقاز. اشاره کردم که این مناطق دست به دست می‌شد، ولی ندانم کاری، ضعف و ناتوانی و درگیری‌های درونی دولت قاجار همان اندازه در شکست ایران و از دست رفتن بخش‌های بزرگی از خاک ایران در قفقاز نقش می‌داشت که پیروزی سپاهیان روس. شواهد همه گواه بر این است که ایران در سپهر نظامی کمتر از روسیه نبود در جنگ دوم ایران و روس و حتی پیروزی های بزرگی هم به دست آورده بود و حتی در زمینه های سرداران بزرگ روسیه رو شکست داده بودند. حتی یکی از اونها کشته شد در این جنگ ها. ولی اشاره کردم این دعوای درونی دولت قاجار و بر روی فسادی که دامنگیر این دولت بود زمینه های این پیمان ها رو فراهم کرد و بخش های بزرگی از خاک ایران در این پیمان ها از ایران جدا شدند. تنها پیمانی که در تمام این دوران می توان گفت که بخشی از مرزهای ایران رو حفظ کرد همان پیمان ارزروم است و سپس گفتگوهایی که در دوران امیرکبیر برای روشن کردن مرز ایران به ویژه به سرپرستی یکی از بزرگان تاریخ ایران میرزا جعفرخان مشیرالدوله مهندس باشی انجام شد. خیلی سپاسگزارم آقای امینی عزیز. در باب این جنگ ها و نتایجش پرسش هایی هست و در فرصت دیگری مطرح کرد. حتما. خیلی سپاسگزارم تا گفتگوی بعدی و از هممیهنانی که به این برنامه توجه دارند و به دیگر برنامه ها سپاسگزارم و از آقای امیر کارگردان برنامه همچنین. شب و روزتون خوش.